بایفیدان از اینکه زبان انگلیسیه، کلیه آیکون های نوار وضعیت خصوصا آیکون داینامیک اینپوت در حالت غیر فعال قرار داره، به این دلیل که در معرفی نقاط از روش دکارتی مطلق استفاده میکنیم، مکان نما در حالت خارج از فرمان قرار داره، حروف SPL رو در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، فرست پوینت نقطه اول رو 160 و C و C تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، با حرکت دادن قطعه وسط موس نقطه رو خدمتتون نشون میدم، نیکست پوینت نقطه بعدی 165 و C و 7 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، نقطه بعدی 170 و C و 5 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، نقطه بعدی 175 و C و 7 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، نقطه بعدی 180 و C و 3 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، و با فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشیم، حروف EXT معرف اکسترود رو تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. دقت کنین مود در حالت سورفیس باشه، اگر نیست با استفاده از زیر مجموعه مود اون رو از حالت سالید به سورفیس تغییر بدیم. Select Object to Surface بر روی SP-Line کلیک چپ میکنیم، انتخاب بشه، کلید انتر رو میفشاریم، Specify Height of Extrusion رو عدد 20 تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، حروف SUR رو تایپ میکنیم و با استفاده از کلیدهای اروکی فرمان Surface Offset رو انتخاب میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، Select Surface ساعت مورد نظر رو با کلیک چپ انتخاب میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، مشاهده کنید که فلش ها به سمت بیرون هستن، حرف S رو معرف زیر مجموعه سالید در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، در بالای اعلان عبارت A solid will be created یعنی میگه در سالید ایجاد خواهد شد، will افعال آینده است، افعال کمکی آینده است، specify تعیین کردن، offset کپی موازی، distance فاصله، اینجا عدد 1 رو تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. ببینیم چطور تونستیم از یه همچین سطحی با یه همچین انعطاف پذیری یه همچین خروجی سالید رو تهیه کنیم. در بالای خط فرمان عبارت One Object Offset میگه یک موضوع تبدیل به Offset شد، One Offset Operation Successful که در واقع میگه یک خروجی Offset با موفقیت رو خدمتتون تقدیم کردیم.